سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همینجا کوکتل تیوی برعکس لیل آرام، اون یکی آرامه، الان آرام بیبی رو داریم. خلاصه آقا اومدیم چی؟ یه ایده خیلی یونیک و خیلی سخت که واقعا درست کردن و پیدا کردنش خیلی سخت بود، احتمالا توی چنل پوریا پوتک هم دیدین، اما این یه کوچولو کامل تره و قسمت های دیگه هم خواهد داشت که قسمت های بعدیش هم اول از چنل پوریا میبینید بعد این ور. حالا داستان چیه؟ ترکایی که تو رپ فارسی هم اسمن، اسمایت هم اسمن دیگه، تشابه اسمی دارن و میخوایم ببینیم که کدوم بهترن. نظرمونو بگیم به نظر ما کدوم، و همچنین شما هم حتما سر هر ترک نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید ببینیم که نظرتون با کدوم ترکه. خلاصه این از این، میخوایم ببینیم که با هم این ویدیو رو داشته باشیم. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانالو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید، اگه حال نکردیدم حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. بریم که با هم این ویدیو جذابو داشته باشیم. توام گنده است این قضیه سنگینه، چه آهنگی شد کوچه منظوم شمسیه اورق و دوشی قبیله وحشیه، چه بیتی زده بود جی جی اون موقع، چرتیقش ضعیف چرخیدش، من کیم چه فرقی داره، یا عامل کلمه که داره شکم میاره، ما تو پاکیریه همون یه نقصی داره، آخه هوای تهران خودی سه نقصی داره. ما انتخاب سخت شد، آدم فضایی خشی و لیتو یا سروش، مال سروشی پاپولوژیست هم خیلی خفنه، ولی من به آدم فضای لیتو و خشیار میدم، با آهنگسازی جی جی خیلی خاطر انگیز و قدیمیه. خب من که مال پرواز در و دیوار، انتخاب اینجا سخته، البته خیلی رپی نیستن این دو تا آهنگ. حس خفگی اینو به امیر تتلو میدیم، انقدر آلبرت این آهنگو گوش میده یکم بیشتر نزدیکم من به موزیک. بغض گلو هم نفسم شد، زندگی حکم کردی با کارت و کت، آن شهر رو بخونه یکی از اولی آنگاه لیتوه ها بردم آمیام دنبالت من با چارت و گل، گشتم گشتم هر جا پیدا نشدم، رفتم صد درصد همین هر ترکی که بعدش بود، رسیدم به یه دریا دارن یکی میکشن، پس به پا تو نشی نفر بعدی، باورات باعث میشن که کنی فرار بسر، اما اونو میبینی که میخوان فرداش بشه، 100% فردای بزرگ به شدت بهت انرژی میده و خفنه. البته دوتا فردای دیگه هم خفن بود، چه حالا ما لیتو که یکی از اولی آهنگاش بود، اونم آهنگسازش با جی جی بود، چه همین فردای یانگ سادن که اینم واقعا فری استایل بالی بود، ولی فردای بود. منو ببخش اگه موهام امروزی نیست، اگه حرفم از روی دل سوزی نیست، اگه مثل تو شاد نیستم و اگه اهل ترانه های پاپ نیست. هر موزیکی بعد این باشه این اصلا شک نکن، منو ببخش اصلا سکوت اوف. من هر وقتی دلم بهرام من نشنه بودم بچه، احتمالا ترک های تزلی و صداش تون میشه یا کم و زیاد میشه یا هر چیزی، چون 100% کپی رایت میخوره، ولی ما قبل از اینکه شما ورژن اصلی رو ببینید یه دور آپلود میکنیم، وقتی اینکه کپی رایت میخوره یکم ممکنه آهنگات مثلا صداش تون تیا زودتر قد شو، این داستان ها. خلاصه اگه دیدین اتفاق افتاده مجبوره خفه شدی یار، تو نمیخواد ببین حرفا تنکس خود نمیای به چشم، یا من خیلی تو زمان خودت منم خیلی گوش میدادم به اون راه ترهای دور میبوسم تا جاشیم و تشکیم ما دوتا همون رد دونیم، وقتی نیستی میشم یه آدم بگو یادته اپیکور نشنیده بودم اصلا، حالا آلبوم یکه وقتی بعدی مخم میشه پر گیر و مرز، بگو دوا مرافه میکنه چی رو عوض. اینجا به وانتونز و لیتو میدیم، چه من حدسی کردم یه بچه دونه، ولی اینو به وانتونز میدیم چون من خودم خیلی باش خاطر دارم، خیلی گوش داده بودم. خب بگو یادته اپیکور اصلا نمیدونستم وجود داره و کمکاری از منه، ولی خب وانتونز رفتن و نمیخوام، من کم و نمیخوام، سوزن دوختنه یقم و نمیخوام. به نظر من یکی از بهترین آهنگای سورنای خیلی هم دوستش دارم، فضا سازی این عالی، ولی به نظرم اونجوری تو جامعه هیچ وقت نترکیده بود، ولی این موزیک خیلی خوبه. تولد بعدی هم فکر کنم همه میدونیم کی بعد باشه دیگه، تولد جی جی برده یه فش فشه، شاتا میره بالا نکه تشنشه، 36 هنو فرش فرشه پیه فش مشه. من اصلا این تولد بچه از دوزی رو نبودم، توی خود ریاکت هم گفتم دیگه اصلا حال نکردم خیلی باش، من مشخصه دیگه سورنا تولد. گفتی توی شب هان تو با من تا آخر شست، یادش بخیر. میشکنه اعتمادو
این رابطه مثل دامه یه بغضی تو صدامه 100% عرفان دیگه با اون آهنگ عرفان تقریبا خیلی گوه 10 سال 12 سال چقدر خیلی حال میداد. رحم آشنا با سنت قدیم که خیابون داره رو قلم قدرت عجیب عادت میکنی وقتی که هر شب توش با بذاری اسم ماها تا ابد میمونه روش یادگاری بازا خیابون من شب با تو دست جی بزرگ ولی برا من کوچیک دنیا تو میگه مرچن سفید شب ولی اینجا با من هم رنگ پوشید آدم آشه شده منظرم خونه آشه بر بنجرم هر کدوم توشون یه قصه. خیلی سخت شد دوتا موزیکی که به شدت باش خاطره داریم و جزء اصلا نوستالژی رپ فارسی هم به نوعی. ولی فکر کنم بهرام. چرا بهرام؟ چون این خیابونه حسین دپتره یه کوچولو، ولی اون خیابونه هم حالا دپی و دارکی ایناش داره، یه فاز چیزی هم توش شرفه میکنم. اونو بیشتر تو موقعیت‌های مختلف بیشتر میتونی بهرام رو گوش بدی، ولی جفتشون ده از زن این دوتا ترک. ولی بهرام بعد کسی رو نمیخوام، آدم پستی نیستم، ولی تو دست گذاشتی صاف رو هست و نیستم، روز شب بیمه حالش بده بیمه نه از اون خفنه اون دراپاش آخه فصلی دیگه که تو این فصل نو نمیذارم غرقشی نشد ببرم تو رو من از یادم. اونم قرمزش خیلی هیت بود. این هم میدم به بزرگ چون خیلی خواهد. من کلا قرمز پوگونو فکرم دو سه بار گوشتم، خیلی باش ارتباط نگرفته بودم. قرمز بزرگو بیشتر دوستش. دلم واسه شدن تنگه، همیشه شدن اما نشدن تو جنگه، با این که جلوم پر از موانع و سنگه، فرمولم اینه بگم زندگی قشنگه. من جفت ترک‌ها رو شاید باورتون نشه گوش ندادم کامل. آلبوم پوریار که قرار بود ریاکت بریم، انقدر گوش ندیم که ریاکت بریم، آخر مثلا یادمون رفت گوش بدیم. پارسالیپ هم نورش گوش ندادم، برای همین اصلا هیچ نظری نمیتونم بدم. ولی خب مود پارسالیپ آهنگش یکم به نظر رو مودتره. حالا پوتکه یه کوچولو دپتر بود فکر میکنم همین 15 ثانیه که شنیدم. یادم نی رقیبی که کلن بردتم، صداش پیچیده بلند قدرتم، زیاد آدم کینه ای نیستم، ولی بدی میره تو حافظه بلند کاش چقدر من سوتی بودم ویدیو یادش بخیر. این قبل بوشیده بود و دیگه درگیریاشون اینجا خیلی استاد خورد، دیگه میگفت صدا اون گنگ کچل ده 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 سر صبح باز با یه دیگه جدید دوست هاسیم روزمونو میگیم بلند شد دیگه بس قور ای دیگه بس قور امشب قراره که بدرخشیم روی سن پرشیم این دنیا مال منه دنیا مال منه آزادی و رهایی و روی مال منه. آه این سخت شد. پوتکم باحال بود زمان خودش، علی و جم قشنگ بود یه کوچولو، ولی خب بیت پوتکی فکر کنم یه کوچولو قدیمی بود، داب سپتور بود و اینا، ولی خب سبک علی هم اولد بود فکر کنم. علی این 55 خیلی مثلا انقدر پوتک انقدر علی 49-51. میخواستم سر از همه جا در بیارم. این بله نه باید سر همه جا در آری. سفرم نه همون خنجت لک هر جا میرم دورم پرد بعد اون سیگارم اون از بین پرشان بیاد نمیدم مجوز اون سیروان و صدا اون قاچاق. خب اینم من 100% به جیدار میدم چون خیلی رپی نبود شاهینه و خیلی نمیدونم کلا اون آهنگ من گوش ندادم، ولی آهنگ بهمن فکر می‌کنم این بهمنه تیکایی هم به حمید صفت بود توش. بهمن جیدار زنده بودن و نمیخوام نه اصلا نمیارزه. این آلبوم پدی هم خیلی قوی بود و علاوه پانچ لاین و اینا نابره. دیگه خاطرم نیست زندگی کجاست، خاطرم نیست همه بادو، خاطرم نیست کجامو، از یاد میبرم لحظه هامو. 100% نفس سورنا. این سگانه بود فکر کنم، یه ای پی تور بود داد دیگه، ست سینگل ترک بود، عالی بودیم. تن خواستم این بود بشه گنده رپ زیر زمین رو شدم بیست زمین شکم این اون روزگارم که میزنه کیره همیشه مکمه که یه نتیجه کلم بیان خالی میشی پیشم نیه همیشه پرم انقدر هدف دارم نمیشه شمرم من میخوام بشم محبوب. آقا یه نکته هست، کسی که ویدیو رو جمع کرده بود بهم گفته بود بعضی از آهنگا مثلا بالاتر همین قاف دو تا بالاتر داره، یا مثلا تتلو سه تا من داره، اینا فقط یکش قرار داده شده، میدونی دو سهش مثلا اینا گذاشته نشده. دو فردین همیشه بحث در سر زبون مثل بزرگ راه تهران شما بالاتر تیکار خیلی خواب میرینیم بالا بالا. البته اینو نمیگفت ولی
آره همون خیلی کار استش باحال بود. مشو خاص این اثر انگشت تو خیر سر اونم متود پای خط تپ واسم خاطره میگفت مثل قهوه تپ میگفت شب به شب و پنجشنبه به هفته بعد همه مست مساره گوش میدادیم به خط مناره دیوانا پرن لب به لب آره سنگ داریم قد حب خند پود میشه لای میشه بالا ورس خلصه خیلی شو باحال بود. این تو میگفت چی اسلام نمیشه اسخار جیلت لستش بیا برگردیم به عقب روز رو بشو کنیم بغل خاطرات موندن تقل مثل دوران شهرک قبل. اینم باحال بود این شب. این یکیشون شبهای تهران یکی شبهای تهران ولی همونه دیگه زیاد فرقی نداره ولی به عرفان خلصه میدیم دیگه. دوتا ورژن عرفان هم خیلی باحال بود، هم چیزش که با خلصه بود هم قبلیش کلا اون خیلی مود بود. این زندگی گای خستم میباختم هر شرطی رو تا میبستم مثل خر تو گل فرو رفتم بگو دوستم داری حتی به دروغ اصلا این اطراف نه خاک نه آب نه گل. این آلبوم برام با اینکه خیلی نترکیده بود ولی سه چهار تا ترک شما خیلی دوستشم، یکیش همین چرخه بود. دافتابه و باده و شن موسیقی باد پای لختم و میبره جلو روشن داغ هر قدم یه دستاورد جداست باید یاد گرفت سوخت و بور کرد رفت بدون اینکه بدونی کی میرسی به کجا. نه با حالی درسته با سلش اینم برام صد برام تا چرخه چیزا من دوست داشتم واقعا. پوتک و خلصه من خیلی حالی کردم. اون آهنگ و جز مدود ترک های راست چایلد بود که ریاکت رفتیم و خیلی من دوست داشتم. ندارم حال مهمونی شاید باورتون نشه ولی این ترک تتلو رو من تا حالا از اول تا آخر گوش ندادم. این بعده فهمیدم چه حالی داره زندونی ولی میدونم خیلی هیت منو کار پنهونی یه جورایی خودمون آره کرم بودی. بعدی هم که بسنه میدونم باشم که شما این تو رو برو بپن به تو بدم تو رو برو جلو تر رو بخوام در کنم چیزایی که دیدم و اینو خوب بلدم و کنشون رو بعد سکم حبس و بد بدم نرس و رد یکم اخت و بد یه لبخند و من اون رابلا هاییم باری تفون خورد میشه اینجا خالی یا گرون پر میشه. یادش بخیر خیلی خفن بود این ترک حسین. البته اون ترک میگم تتلو رو کمکاری از من بوده ولی خب اینجا هم میخوایم چیز بدیم من حسین فکر میکنم اصلا سوپر هیت. البته من تتلو هم سوپر هیت خفنی بود ولی خب من فاز حسین رو بیشتر داشتم دیگه. بگو کی جستا میمونه میدونستم پشیمون میشم برم این آهنگو اصلا نبودم این حس معمولی ها اصلا نبودم صد هیچ تتلو. البته آهنگ بدی نبود ولی نسبت به حس معمولی تا حس معمولی تتلو اصلا خیلی عجیبه. داستان ما داستان ما داستان ما چقدر این آهنگ خفه رو بود جایی رفتیم کار کردیم بازم میکنیم تنهای رقصی بس فاکی هستی منم شستش رو دادم. این آهنگ عرفان تو خیلی از سایت‌ها یا داستان من نوشته یا داستان ما، یعنی 50-50 تقریبا. ولی من فکر کنم داستان من درستشه ولی در کل بین این دوتا هم من اینو میدم به زدبازی. واقعا داستان من زدبازی خیلی باحال بود مثلا آخرش اسما رو میگفت چون اون یه داستانایی هم بود زدبازی داشت میپاچید و نبود اصلا سامویلسون نبود سورامیزه چند خود نمیخون سیجلم نبود زیاد و اینها بیشتر جی جی و مهراد بودن و خیلی باحال بود که اسما رو آخرش میبرد جی جی و اینا کلا خیلی فاز باحالی داشت خیلی موزیک خوب بود. با کشتی میچرخونم دور دنیا دستاتو باز میکنی میزنیم ظلم موجا این متفاوت ترین آهنگ رضا پیشروه یخش خوابی دوستاریم همیشه تو همین لحظه باشی اونقدر دوستت دارم که نمیدونی باید همه دنیا رو به خاطرم بپیچونی. خیلی بومبه سخت شد این دنیای ما جفتشون خیلی خفنن دوره دنیا دنیای ما چیه گفتم دوره دنیای پیشرو یا عرفان. امیر فرجام فکر کنم با این آهنگ معرفی شد اصلا نمیتونم نظر بدم شما من جفتشون رو خیلی دوست دارم این آهنگا رو نظر شما چیه تو کامنت ها بنویسید. میگفتی بر نمیاد کاری ازم میشدی شاکی ازم نداشتم باکی از جم
هوامو داری هستم موندی عبازی عبم همه راضی ازم با این که موندم سره اونو نداشتیش قولم فقط نفهمیدم این هم لیتو همه عوض شدم موزیک ویدیویی سادن قوی تر بود ولی موزیکی لیتو بازم دزارو کشتم و دف شد توقم همین و جاشم روشن شد برام تو شب تولد اون که میگه زندانی خود رزاست و پیش روی حیوانیه که هیچی سرش نمیشه وای این اونجاش بود میگفت مشکل داری چی مشکل دارم پدر بندازم رو بهت مشکلی نی پسر همه چی خوبه چقدر بال بود دیوونه دو هم خیلی بال بود یه به منگار رپ فارسی هم اینم بومبه موقعی آنگم بومبه ببین خب دیوونه چیز اینا پارسال پینا از لحاظ میکس مستری و حالا خب موزیک مدرن تر جدید تر هم هست خیلی بهتره ولی فکر میکنم معنا و مفهوم و تو زمان خودشون نوآوریه اونجوری با هیچ کس سر حرف میزنه و اینا اونا نمره بیشتری میگیره در کل دیگه برای همین دیوونه رضا پیشو دیوونه دو بود که تو این لیست اگه بود 100% اون اصلا همه رو دهیچ میزد تعدیه شده تنهاییم بجای بعدی هم که مال آلبوم تونل یک هنوزم یادم اون تاریکی که گفتیم بریم با هم لب دریا خیلی موزیک خفن حالا که جنگی دو تا آخری هم که کجایی تونل بود که کنیس و هیدن باشن و پوتک اینم من میدم به هیدن اینا خیلی بود اصلا اون تونل یک خیلی خفن بود من یه سال و نیم زندگیم با اون گذشت خلاصه این بود از این نظرهای شما چیه با نظرهای من موافق بودید یا نه دمتون گرم است که تا این ویدیو رو تماشا کردید جا داره به این نکته اشاره کنم که یکی از یونیک ترین ایده های یوتیوب فارسی بود که حالا با پوریا صحبتش کردیم و با هم بردیم جلو و حالا پوریا به سبک خودش اجرا کرد من به سبک خودم واقعا پیدا کردن موزیک های همنام خیلی سخته احتمالاً شاید سه تا پارت دیگه هم داشته باشه حالا یه مقدارش اینجا دیدیم و اونا رو هم می‌بینیم حالا منتظر یه سری ویدیوها و ایده‌های یونیک تک دیگه هم باشید که به‌زودی کاراشو می‌کنیم و اجرا می‌کنیم شما اگه ایده باحالی دارید فکر می‌کنید اجرا باید بشه و اینها حتما توی کامنت‌ها بنویسید و همچنین اگر آهنگای همنامی می‌شناسید اونم توی کامنت‌ها بنویسید دمتون گرم است که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه تا ویدیو بعدی سی یو سون